رسول نفیسی استاد جامعه شناسی توسعه از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای نفیسی. حملات شیمیایی به مدارس عمدتاً دختران همچنان ادامه داره. گزارش ها بارها نشون داده که هدف این حملات گفته شده جلوگیری از حضور دختران در عرصه اجتماع و در مدارس هست. حالا با این فراخوانی که داده شده و از دانش آموزان خواسته شده که در مدرسه حضور پیدا نکنند، خیلی انتقاد میشه به اینکه به نوعی انگار از اونها خواسته شده که تن بدن به خواست کسانی که دارن این حملات رو انجام میدن. شما چه توضیحی دارید برای این موضوع؟ اون چیزی که اتفاق ممکنه بیفته، همچی که اشاره کردید، این است که خواستهای این گروه ها یا گروه تروریست داخلی که تمام مدارس دخترانه رو به خشونت و ترس کشیده اجرا بشه. یعنی یک اعلامیه هم از طرف یک گروه ناشناسی به نام فدایان ولایت پخش شده بود که تا زمانی که مدارس دختران باز باشه اینها این عملیات رو ادامه خواهند داد. اون چیزی که بسیار شگفت‌آوره این است که 4 ماه گذشته از این خشونت علیه دختران و زنان ایران و هیچ نوع به قول خودشون سرنخی پیدا نکردن و هیچ نوع شفافیتی نشون نداد. اون چیزی که داره اتفاق میفته، ما بهترین نمونهشو در عکس العمل مثلا مدیران و مسئولان مدرسه شاهین شهر میتونیم ببینیم. یعنی دختران در این مدرسه مسموم شدن، بوی گاز، تمام مشخصاتی که در جاهای دیگه بوده، ولی مدیر مدرسه مانع رفتن بچه ها به خارج از مدرسه یا بستن کلاس ها میشه و قطعا به لحاظ امنیتی است، به لحاظی که نمیخواد که مسئله امنیتی رو ایشون خودش به اصطلاح درش درگیر باشه و تمام دانش آموزان قصد خروج دارن از مدرسه و ایشون مانع میشه. بنابراین ما میبینیم که امنیتی کردن همه چیز در ایران داره به چه وضعیت اسفباری ختم میشه. چند سال پیش در یکی از کشورهای منطقه که مدرسه دختران آتش گرفت، جلوی بچه‌ها رو گرفتن که از مدرسه خارج نشه چون حجاب کافی نداشتن و بسیار از این دخترها سوختن. تا کی باید این تعصبات علیه زنان در کشورهای منطقه باعث دردسر بیچارگی زنان ایران میشه؟ اون چیزی که از این شگفت‌آورتره این است که بعضی از افراد به اصطلاح دست‌اندرکار، حالا یا نه دولتی ولی به هر صورت جزو فضلای حوزه، مثل آقای محمد تقی فاضل بیبودی، ایشون حتی دقیقا میگه که سرخط این یا سرنخ این جریانات در قم و اصفهان و هدف اونم این است که مانع درس خوندن دختران زنان ایران میشن. به کمال شفافیت این حرف رو میزن. ممنون از توضیحاتتون، ولی من جواب سوالم رو نگفتم. یک بار دیگه سوالم اگه اجازه بدین ازتون میپرسم. در این فراخوانی که داده شده از دانش آموزان خواسته شده که در کلاس های درس شرکت نکنن. همونطوری که شما گفتین، به گزارش ها نشون میده که هدف این حملات شیمیایی همین هست که بچه ها در مدارس نرن و دانش آموزان در کلاس ها شرکت نکنن، مخصوصا دختران. آیا چطور شما فکر میکنید با توجه به اینکه میدونیم در این بیانیه هم گفته شده حملات شیمیایی تاثیرات جانی داره بر دختران، از طرف دیگه هم یه جوری تن دادن انگار به نوعی به خواست حمله کنندگان هست، از نظر جامعه شناسی این رو چطور شما توضیح میدید؟ عرض کردم به نظرم میرسه که این در واقع تسلیم شدن به ترور علیه زنان دختران ایرانه. حالا چه گروهی و چه شخصیتی خواستار این شده باشه من اطلاع ندارم، ولی این که ما بریم و مدارس رو تعطیل کنیم به این عنوان که تروریست ها این بچه ها رو میتونن مسموم بکنن، حتی اگر که یه عمل انقلابی باشه و
برای خاص شفافیت باشه. ولی در این حال ما موافقت کردیم با این موج وحشتی که در مدارس داره ایجاد میشه. در واقع اگر یک گروه انقلابی، حالا داخل یا خارج از کشور، خواستار این بستن مدارس باشه، بیشتر نقش مبارزاتی با خود رژیم رو در نظر داره. ولی من فکر میکنم که این در عمل تسلیم شدن به خواست تروریستایی که قطعا از طرف نهادهای از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن و این جریان رو ادامه میدن که به در واقع باعث میشه که دولت جمهوری اسلامی بیکفایتی خودش رو بیشتر بیشتر ظاهر کنه. یعنی الان 4 ماه هست که هیچ کس این افراد پیدا نکرد. بنابراین من تصور نمی کنم که خیلی فکر جالبی باشه که فراخوان داده بشه که بچه ها مدارس رو تعطیل بکنه.